باي بخشي سيستم هيماتولوجي ده قرار اسمه مشاو بخانم خب دكتور صاحب بيش ازي كبريم و دواهارا هر کدامش بخانیم با جزیات در کدام حالت استفاده میشه یا اما موارد که دوا مهم است مثلا استدبابش یا کدام حالات مزاد استدباب از یک دوا یا ساید افکتش و میکانیزم هر دوا را بخانیم ابتدا یک تصنیف میکنیم کاتگورایز میکنیم دواهایی را که مقرر است اینجا بخانیم در سیستم هیماتولوژی خب بعضی از تداعی ها بود دکتر سایبا که مشخص به یک مریضی بود مثلا در سیکل سل مریضا بزن ترانسفیوژن نیاز می داشت یا در تلسیمیا تداعی مشخص خود داشتن که در مبحث پاتولوژی اونا توضیح داده شد که هر مریضی به چه شکل باید بسیار به شکل کوتاه و منظم گفته شد که اینا کدام تداعی ها نیاز دارن آله در بخش فارماکولوژی ما بیشتر روی دواهای گپ میزنیم که یعنی در بخش هیماتولوژی بسیار به شکل روتین استفاده داره در مخصوصا در مریضای بستری که مشکلات کلاتینگ دارن امشب ما امو گروپ ادویه ها را میخوانیم که شامل کدام دوا میشه دکتر سبا که این شامل امو دواهایی میشه که امو پروسه هموستاسیس که ما شما خوانده بودیم که شامل پرایمری هموستاسیس و سکندری هموستاسیس میشد که اینی مسیر پرایمری هموستاسیس است و ایام امو پتوی سکندری هموستاسیس است که پرایمری هموستاسیس خود تر میفهمید که امو پروسه است که دو پلاتلت ها فعال میشد و یک پلاتلت پلاگ می ساخت پرایمری هموستاسیس پلاتلت پلاگ و مرحله دوم و این پلاگ را کی می ساخت به خاطر جلوگیری از خونریزی یک پلاگ بسیار چی بود این پلاتلت پلاگ ما یک پلاگ بسیار قوی نبود که بتونه خونریزی های شدید جلوگیری کنه یا دوام بیاره یا فقط یک پلاگ موقتی و نامقاوم است که به شکل آنی میتونه خونریزی را جلوگیری کنه و سکندری هموستاسیس به خاطر از این فعال میشد که پرایمری هموستاسیس را تقویه کنه امی پلاگ اولی که ساخته شده خوب محکم کنه و امی چانس بلیدینگ بخی کم شوه که در سکندری هموستاسیس که میفهمید که پاتوی شما بسیار مشهره در فیزیولوژی خواندیم که امو کاگلشن کاسکید بود که فاکتورا چطور فیبرین می ساخت اونم کاگلشن کاسکید در سکندری هموستاسیس فیبرین می ساختن و یک جال بود که این پلاتت پلاگ چی می ساخت محکم می ساخت و هر دوی از اینا یک جای کار میکردن و یک امو کلات بسیار محکمی می ساختن که برام ترامبس یاد میشد اینو دکتر سایبا در بعض از حالات پاتولوژیک یک حالات نرمال است که نیاز می باشه که نمی کلات ساخته شه مثلا یک بلیڈنگ مریض می ته یا یک ترامای پیدا میکنه دفعه به خاطر که خونریزی استاپ شوه باید این می فاکتورا کار کنه اما بعض وقتا به شکل پاتولوژیک که ما در پاتولوژی خوانده مثلا مریضایی که دیسمینیتد انتراواسکولار کوگولیشن می ته مریضایی که دی وی تی استن جیب وین ترومبوزیس می ته مریضایی که پلمونری امبولیزم می ته یعنی کلات به شکل پاتولوژیک دونه ایجاد میشه اینو ما باید دواهای داشته باشیم که اینمی پروسه را نهیه کنیم تا به شکل پاتولوژیک اینمی چی شود کلاتی که نیاز نیست ساخته نشود یا کلاتی که ساخته شده تخریب شود بنان سه گروه دواها داریم ما سه گروه دواها داریم که به می هدف استفاده میکنیم یکی گروه اول چیست انتی کوگولانت هاست دکتر سیبو انتی کوگولانت ها گروه دوم انتی پلاتلت هاست و گروه سوم هم ترومبولایتیک هاست یعنی سه گروه دواها معمولا ما را به این هدف میرسانند از تولید ترامبس چی میکنه جلوگیری میکنه خب آنتی کوگولانت ها چیکار میکنن دکتر سبا این می سلاید خوب اگر بگیریم تقریبا باز دیگه هر دوا رو توضیح دادیم بسیار برام ساده میشه که میکانیزم میشه خود به خود میفهمیم که چی میکنن آنتی کوگولانت ها مثل که از نامش معلوم است از کوگولیشن جلوگیری میکنن یعنی از امو سکندری هموستاسیس یا فاکتورای کوگولیشن کاسکید نهی میکنن اینی پاتوی را نهی میکنن پاتوی سکندری هموستاسیس یا کوگولیشن کاسکید اینجا نشون دادیم که شامل کدام دوا میشه هپارین وارفارین دایرکت ترومبین انهیبیتورا و همچنان فاکتور دای فعال که انهیبیت میکنن یعنی فاکتور دای فعال ایکس ای یعنی دای اکتیویتد انهیبیتورا است که اینا کل شامل چی میشن آنتی کوگولانت ها میشه که شما میفهمین که هپارین وارفارین چقدر استفاده وسیع ده به شکل روتین در مریضای بستر که کلاتینگ دارن و یا مریضای که کرونیک به شکل کرونیک نیاز دارن چقدر این استفاده میشه دیگه مخصوصا وارفارین و دیگه گروپ دوم ما آنتی پلاتلت هاست آنتی پلاتلت هاش میکنن دکتر سوا این گروپ دواها که اینجا نامایش آمده اینا پرایمری هموستاسیس اینی پاتوی را نهی میکنن و به این میکانیزم از تشکیل ترومبس جلوگیری میکنن شامل کدام دوا میشه اسپرین ای دی پی بلاکرها دو بی سی انهیبیتورها و همچنان فاسفودایستریز انهیبیتورها میباشن گروپ سوم ما دکتر سیبر ترومبولایتیک هاست این گروپ زیاد استفاده نمیشه دوایش اما استدباب خود داره در بعض حالت ها یا چی میکنن دکتر سبا این نه در سر پرایمری هموستاسیس نه در سکندری هموستاسیس تاثیر داره بلکه نیوترومبوسه که تشکیل شده اینی رلایز میکنه
و همو هدف از طریق لایسینی کتله برمو شما میرسونه که شامل کدام دوا میشه؟ تیشو پلازمینوژن اکتیواتور، یوروکاینیز، استریپتوکاینیز، اینی دواها را شامل میشه. خب حالا میریم کاتگوری اولا میخوانیم، یعنی اینی گروپ دواها را میخوانیم، اینی یارا انتی پلاتلت ها را میخوانیم. خب انتی پلاتلت درگز میکانیزم ازیو چی بود گفتیم؟ پرایمری هموستازیس یا امو پرایمری هموستازیس پی اچ میشه نشته کنم، یعنی پاتوی را نهیه میکنه، یعنی مرحله پلاتلت اکتیویشن و تشکیل پلاتلت پلاگ برای ما چی میکنه؟ از اونو نهیه میکنه، از تشکیل پلاتلت پلاگ، مثل که در این سلاید ما شما نشان دادیم که شامل کدام دواها میشه. اینجا گفتیم اسپرین است، دواهایی است که ادینوزین دیفاسفیت یا ای دی پی بلاکر هستند، وظیفه ای دی پی را نهی میکنند. دیگر ادویه‌هایی هستند که آخذه ها یا ریسپتورهای جی پی 2 بی و سی ای را که ما شما در پلاتلت ها خوانده بودیم که از طریق اینی آخذه های جی پی 2 بی و سی ای پلاتلت ها چی میکرد؟ با فیبرینوژن وصل میشد و از طریق فیبرینوژن با پلاتلت های دیگه وصل میشد، یعنی آخذه هایی است که از طریق این ریسپتورها یک پلاتلت با پلاتلت دیگه میچسبند. اینیا را نهی میکنه، یکی اون دوایی است که اینی آخذه ها را نهی میکنه. و دیگه گروپ هم نهی کننده های فاسفودایستریز است که چهار گروپ اینا مربوط پرایمری هموستاسیس انهیبیتر ها یا انتی پلاتلت درگ میشه. خب حالا می دواها را تشریح میکنیم، یک کمک توضیحات بیشتر میتیم که در کدام از اینا استفاده میشه، عوارض اونجوری میشن چیز و دقیق مکانیزم هر کدام از اینا چی است. مثلا اسپرین چی مکانیزم داره، ای دی پی چی مکانیزم داره، جی پی 2 بی سی ای چی میکنه و فاسفودایستریز انهیبیتر ها چی میکنن دقیقا. خب اول اسپرین بیم، اسپرین چی میکنه دکتر صاحب؟ خود تقریبا گفتیم وظیفه کلشن چی است که امو پرایمری هموستازیس یا تشکیل پلاتلت پلاگ نهی میکنه و اگریگیشن پلاتلت ها را نهی میکنه. اما هر کدامشون باز یک کمک به مکانیزم های مختلف می کار میکنه. اسپرین به کدام مکانیزم کار میکنه؟ به شکل ایرورسیبلی بلاکس کاکس، یعنی به شکل غیر قابل ارجاع سایکل اکسیجنیز، انزیم سایکل اکسیجنیز نهی میکنه و به این میکانیزم تولید ترومبوگزان کم میکنه، یعنی امو ریلیز و تولید ترومبوگزان کم میکنه که ترومبوگزان خودتان میفهمین که یکی از چی هسته؟ پرو اگریگیتیف فاکتور است، پرو اگریگیتیف فاکتور است. این اشتا میکنم یعنی از اگریگیشن و تجمع مو پلاتلت ها جلوگیری میکنه، یعنی اونمو فاکتور است که میبخشین، یعنی پرو اگریگیتی فاکتور است، یعنی فاکتور است که باعث اگریگیشن میشه، همو زمینه اگریگیشن مساعد میساخت به شکل فیزیولوژیک. پرو اگریگیتی فاکتور و میمانه که یعنی فاکتور پیشساز اگریگیشن پلاتلت ها. و همو وقتی که با ساوی ازی کم شد چی میشه دکتر سیبا؟ پلاتلت ها اگریگیشن نمیتونن، امره دیگه اگر شده نمیتونن و همو پرایمری هموستازیس نهی میشه و پلاتلت نمیشه. خب بیشتر میکانیزم از این دکتر صاحب ما چند سلاید آوردیم که روی تصاویر میشه که بیشتر میکانیزمش بفهمیم، موضوعات دیگه شم میگیم و روی سلایدهای بعدی میریم که توضیحات بیشتر و میکانیزم ایناش از روی زو میشه که توضیح بدیم. خب در کدام وضعیت ها اسپرین استفاده میشه؟ اسپرین دکتر سبا البته به هدف هیماتولوژیک، اینا میفهمین که اسپرین از جمله دواهای انسید است، نان استروئیدال آنتی انفلاماتوری دراگ است که این دواها به خاطر معمولا به شکل پین کلر استفاده میشن، یعنی به خاطر درد و ایگاپ استفاده میشه در پین که مثل پاراستامول است، دیکلوفینک است. اسپرین هم یکی از اونم فرم از اون دواهای مو فامیل است. اما اینجا ما استفاده اینا می دوا را به میکانیزمی که اینجا گفتیم که سایکل اکسیجنیز و ترومبوگزان نهی میکنه، به این میکانیزم نظم دسیمات سیستم هیماتولوژی هم یک استفاده داره که از کوگولیشن مو از پرایمری هموستاسیس جلوگیری میکنه، از تشکیل پلاتلت پلاگ. باز انال در سیستم هیماتولوژی به این اهداف استفاده میشه، یک در اکیوت کرونری سندروم استفاده میشه، یعنی آفات کرونری که به شکل حاد ایجاد میشه، مثلا یک کلات به شکل حاد سیستم کرونری و قلب بسته میکنه، در کرونری استنتینگ در پروسه هایی که استنت در کرونری تطبیق میشه، و همچنان به خاطر کاهش اینسیدنس و ریکرنس، یعنی به خاطر کاهش وقعات و تکرر استروک های ترومبوتیک که سبب ترومبوز استروک ایجاد میشه، به خاطر کاهش اینمی وقوع و ریکرنس اینمی هم میتونه استفاده شوه. این حال ساید افکتش چیست؟ از همون میکانیزمش، از تاثیراتش میفهمیم که چی مشکل میتونه داشته باشه. صحیح است که این چی میکرد؟ کاغلشن امو پرایمری هموستاسیس را نهی میکنه، یعنی باعث میشه که اونمو کلات ایجاد نشه دکتر صاحب، به شکل که پرایمری هموستاسیس نهی میشه باعث میشه کلات ایجاد نشه. این حال وقتی که کلات ایجاد نشد خطر را میتونه داشته باشه، در صورتی که زیاد استفاده شوه یا ساید افکت بتر مثلا میتونه سبب چی شوه. یک میکانیزم
چیش هست که گفتم که به میکانیزم انسکت که کار میکنه پروستاگلاندین هم تولید شنه میکنه که در تصویر دیگه صحیح توضیح میتون، ولی امی موضوع رو بفهمین که چون از طریق سایکلوکسیجنیز کار میکنه و سایکلوکسیجنیز نه میکنه و اطوی سایکلوکسیجنیز پروستاگلاندین هم ساخته میشه و پروستاگلاندین ها را دکتر سایبا پی جی پروستاگلاندین ها را میفهمین که یکی از تایپایش چی هست، وظیفهش محافظت مخاط میده است. اینا وقتی که شما سایکلوکسیجنیز نهیه کنین یعنی که تولید پروستاگلاندین هم نهیه میشه و به این میکانیزم یک از ساید افکت های اسپرین میتونه چی باشه؟ گستریک السر باشه، چون طبقه مخاط تخریب میشه، میتونه سبب قرحات در معده شود. دیگه تینی جوز برینگس گوشا میتونه ایجاد شوه، میتونه بعضا آلرژیک ریاکشن بعض مریضا برش آلرژی بده، سبب رینال اینجوری و همچنان ری سندروم میشه. بعدا میگیم که ری سندروم چی هست که در اطفال اگه استفاده شوه میتونه سبب ایجاد ری سندروم شوه. خب این سر امو میکانیزم اسپرین است اسلاید ما که دکتر سیبا وقتی که غشای حجره به شکل نرمال مثلا پلاتلتا غشای حجره میشکنه توسط انزیم فسفولیپیز ایدو، انزیم سر انزیم مهم است فسفولیپیز ایدو غشای حجره را میشکنه سل ممبرانا تبدیل میکنه از اون میسازه اراکیدونیک اسید، بعضی ما اراکیدونیک اسید میگن اراکیدونیک اسید امی اراکیدونیک اسید ساخته میشه. اینونه دو انزیم است که اراکیدونیک اسید میتونه که به شکل دومش تبدیل کنه، یکی انزایم لایپ اکسیجنیز است یکی انزایم سایکل اکسیجنیز است که ما کاکس میگم و لاکس میگم، یعنی به خاطر که به می شکل حفظ میمونه لاکس و کاکس. در پتوی لاکس دکتر سایبا لایپ اکسیجنیز لیکوتراینا را میسازه از اراکیدونیک اسید و در پتوی کاکس یا سایکل اکسیجنیز ما یکی ترومبوگزانا را میسازه یکی پروستاگلاندینا را میسازه که هدف ما این نیست دیگه. وقتی که اسپرین در سیستم هیماتولوژی استفاده میکنیم در سیستم هیماتولوژی یعنی به خاطر آفات هیماتولوژیک دکتر سایبا استفاده میکنیم، هدف ما این نیست که ترومبوگزان تولیدش نهیه کنیم، چون گفتیم ترومبوگزان وظیفش چیست؟ یک پرو اگریگیتیو فاکتور است، یک فاکتور است که پلاتلت‌ها را فعال می‌سازد، یک فاکتور است که اگریگیشن پلاتلت‌ها را مساعد می‌سازد، یک فاکتور است که باعث واز کانستریکشن و زمینه و نمو ایجاد پلاتلت پلاگ ابتدایی چی می‌کنه مساعد می‌سازد. اینا دیگه ما این انزایم نهی می‌کنیم توسط اسپرین و تولید ترومبوگزان ایدوره در واقع نهی کردیم. اما دکتر سبا در ساید افکت گفتم که باعث گستریک السر میشه، اونوش مربوط این قسمت میشه که در سایکل اکسیجنیز از اراکیدونیک اسید دو ماده ساخته میشه، هم پروستاگلاندینا ساخته میشه هم ترومبوگزانا. باز اینا پروستاگلاندینا رو محافظوی در معده دارن، وقتی که اینا نهیشان باز میتونه سبب گستریک السر من حیث یک ساید افکت در اسپرین شوه. خب دکتر سبا اسپرین گفتیم چی هست؟ از جمله فامیل انسید هستن. خب ما زیاد روی موضوعات دوای انسید نمیدیم چون مبحث ما انسید نیست، فقط به خاطر اینکه مربوط همین فامیل میشد یک یادآوری کوچک از بعض موضوعاتش میشه بکنیم که دواهای انسید خب میفهمین که بسیار استفاده زیاد داره پینکیلر هستن مثل ایبوپروفین، ناپروگزین، اندومتاسین، کترولاک که آی سی یو زیاد کترولاک استفاده میشه به شکل انجکشن از این فامیل انسید و دیکلوفیناک که نکلش به خاطر درد و پین استفاده میشه. اسپیرین هم یکی از فامیل دواهای فامیل انسید است. باز چی فرق داره در میکانیزم دکتر سبا؟ اینمی اسپیرین که هستم دیگه دواها مثلا ناپروکسین اندومتاسین اینا به شکل ریورسیبلی سایکل اکسیجنیز نهی میکنه، انزایم سایکل اکسیجنیز یک دوره به شکل ریورسیبل اینه به شکل قابل برگشت نهی میکنه که پس میتونه اونم انزایم خود فعال کنه. اما اسپرین که هست یک تاثیر قوی داره که به شکل ریورسیبل سایکل اکسیجنیز نهی میکنه، به شکل غیر قابل برگشت انزایم سایکل اکسیجنیز یک دوره نهی میکنه که اینمی انزایم تمام انسیدا میکانیزم تاثیرش نمیست که نمی انزایم سایکل اکسیجنیز کاکس نهی کنه چه از تایپ 1 چه از تایپ 2 دیگه به شکل ریورسیبل ایره نهی میکنن. اما اسپرین تاثیر بسیار قوی داره به شکل ایرورسیبل ایره نهی میکنه که دوباره خود چی میکنه دفعه پلاتلت فعال ساخته نمیتونه، یعنی تاثیر ازید در تمام عمر پلاتلت میباشه. یک پلاتلت 7 تا 10 روز عمر داره، فکر کنین وقتی که اسپرین شما استفاده میکنین تا کنم پلاتلت از بین نره تاثیر اسپرین سر 60 تا منیجر جان همی سلاید قبلی را دکتر سه گفتم که کمک اثر بگوین یک مورد امی سلاید امی سلاید بله تشکر چی هست چی را میگن ترومبوگزان سیست ترومبوگزان را تاثیر شد خو خیمه ای را پاک میکنم که بسیار شلوغ شده دوباره میگم خب دکتر سایبا اینا گفتم که اینمی غشای حجره است نی امی اراکیدونیک اسید از کجا به دست میاد؟ از شکسته شدن و تخریب غشای حجره.
اراکیدونیک اسید ساخته میشه انزایم فسفولیپیز ایدو ایده تبدیل میکنه به اراکیدونیک اسید. اینو دو انزایم داریم، یکی لایپوکسیجنیز یکی سایکل اکسیجنیز. لایپوکسیجنیز از اراکیدونیک اسید لیکوتراینر میسازن، مثل لیکوتراین بی 4 سی 4 دی 4 ای 4 که اونام وظایف مشخص خود داره بدن دارن، که فعلا سر از اون موضوع ما چون نیست نمیریم چون سر یک مبحث کلان از خودش. و ما اینجا کار داریم سایکل اکسیجنیز باز از اراکیدونیک اسید دو ماده دیگه میسازه، یکی پروستاگلاندین یکی ترومبوکسان. دکتر سیبو پروستاگلاندین وظیفه‌ش چیست؟ وظیفه وظایف مختلف داره، یکی خورمو وظیفه‌ش چیست که دمیده هدف ما ایجاد چرا میده رد کردیم چون یک ارتباط کلینیکی داره با مساید افکت اسپینی، رول محافظوی در دمیده می داشته باشه. و ترومبوکسان دکتر سیبا چند وظیفه داره؟ در درسای فیلوزی ما شما خوانده بودیم که ترومبوکسان میشه که تی اکس نشته کنم، ترومبوکسان ای دو چند وظیفه داشت؟ تقریبا وظایف عمدهش یکی خو وازو کانستریکشن بود، یعنی تقابل زاویه، اونمو جریان خون به شکل استاتیک ایجاد میکنه. و دیگه وظیفه‌ش چی بود دکتر سیبا؟ پلاتلت اکتیویشن و پلاتلت اگریگیشن. پلاتلت ها هم فعال میسازه در فعال شدنش، چون یک پلاتلت فعال شد پلاتلت دیگر فعال میکنه. و هم در اگریگیشن یک جور شدن پلاتلت ها وظیفه ایجاد میکنه و پلاتلت ها را یکی به دیگر میچسبانه. هدف ما دینال در اسپرین چرا میتن؟ به خاطر اینکه ما میخوایم پلاتلت ها نچسب، کلات ایجاد نشه. یک مریض مثلا دیویچی داره، دیوین ترومبوز داره، مثلا یک مریض امای هست، ما میخوایم که برش یک دوایی بتیم که کلات ایجاد نکنه و لخته جریان خون بسته نکنه، مریض به طرف انفارکشن نره. اینال از اسپرین استفاده میکنه. این به مکانیزم اینمی نهی انزایم سایکل اکسیجنیز، یعنی این انزایم نهی میکنه، نمیمونه که اینمی انزایم از اراکیدونیک اسید ترومبوکسان بسازه. اینه این هم امو بخش است که امو بخشی جا منحصر نشان دادیم که سایکل اکسیجنیز وقتی که اسپرین اینجا تاثیر میکنه، اینجا اسپرین نشتا میکنیم ای اینجا تاثیر میکنه، سایکل اکسیجنیز نهی میکنه و نمیمونه ترومبوکسان ای دو ساخته شد. وقتی که ساخته نمیشه اینمی پلاتلت اکتیویشن و اگریگیشن صورت نمیگیره. اینمی باید نرمالا این کار که صورت بگیره پلاتلت اکتیویت میشه، اما وقتی که جلا نهی کردیم پلاتلت اکتیویت و اگریگیشن صورت نمیگیره. خب این سلاید، خب باقی موضوعات چه گفتیم؟ گفتیم دیگه دواهای انسیدو میتونن که کاکس نهی میکنن و به شکل ریورسیبل. پس یک انسیدو کل دوایش میتونه که یک خطر بلیدینگ بده، یعنی کلش چون با میکانیزم سایکل اکسیجنیز و تولید ترومبوکسان نهی میکنن میتونن باعث بلیدینگ شون، اما تاثیراتشون کوتاه مدت است چون به شکل ریورسیبل انزایم نهی میکنن، ولی تاثیر اسپرین قوی تر است. خب دکتر صاحب، یک از ساید افکت های اسپرین گفتیم که ری سندروم است در اطفال. ری سندروم چی است؟ که وقتی که معمولا دوار الانفکشن مثلا طفل که یک وایرس او را منتن ساخته، به خاطر درد شیش کم شد، اگر به اونا اسپرین داده شود، یعنی از دواهای درد بگیرن اسپرین انتخاب کنن، به احتمال زیاد میتونه که سبب ایجاد ری سندروم شود که عبارت از اونم لیور فیلر و انسفالوپاتیس. البته میتونه که ارگانهای مختلف در این مصاب شود، ولی چیزی که بسیار مشکلاتی که بسیار بارز ایجاد میکنه پیش مریض لیور فیلر و انسفالوپاتی میباشه که اونم مرتبط با استفاده اسپرین در طفلکا میتونه باشه. دیگه از خاطر باید اسپرین در هیچ وضعیت میگه در اطفال استفاده نشه. این بسیار یک نقطه مهم است که در طفلکا باید اسپرین استفاده نشه. مثلا اگر وقتی باشین یکان فامیلا عادت دارن که طفلشان که درد داشته باشه، ما خود دیدیم که مثلا پاراستامول که کلان استفاده میکنه او را دعو تر میکنن، یک قسم یک قسمت شبه طفل میتن. خب پاراستامول مشکل نداره، ولی متوجه باشین که اسپرین باید به طفلا داده نشه من حیث یک پین کلر، مگر اینکه یک استثناء وجود داره که کواساکی دیزیز که یک مریضی بسیار وخیم است، در این حالت چون بسیار مجبور هستن و دیگه دواها تاثیر نمیکنه، میشه که اسپرین بتن و خطرش قبول کنند. غیر از او نیاز نیست که به اطفال اسپرین استفاده شه. خب حالا اسپرین تمام کردیم، میکانیزمش هم فهمیدیم، استفاده های کلینیکی شه و ساید افکت داشه. گروه دوم دواهای ما دکتر سبا آنتی پلاتلت دوم ما دواهای کلوپیدوگرل، پراسوگرل و تیکاگرلور است. این سه دوا که دکتر سبا با کدام میکانیزم کار میکنه؟ اینا میکانیزمش این است که اینمی آخذه ادینوزین دای فاسفید یا ایدی پی را آخذه پی دو وایدازیش بلاک میکنن. مثل که در فیزیولوژی خوانده بودیم که ادینوزین دای فاسفید خودش در داخل پلاتلت میباشه، وقتی که پلاتلت فعال میشه ای افراز میشه، وقتی که افراز میشه بالای آخذه پی دو وایدازده وصل میشه و ای را فعال میکنه. وقتی که آخذه پی دو وایدازده را فعال ساخت چی میشه دکتر سیبا؟ ای باعث تغییرات داخل حجامی میشه و اکسپرشن و تولید آخذه های رسپتورهای جی پی دو بی و سی ای را در سطح پلاتلت زیاد میساخت، که ای باعث میشه که توسط ای آخذه ها با پلاتلت های دیگه وصل شود و یک پلاتلت پلاک بسازه. اما کلوپیدوگرل، پراسوگرل و تیکاگرلور چی میکنه؟ میایه اینمی آخذه ای دی پی را نهی میکنه پی دو وای دازه را و اینمی اکسپرشن اینمی آخذه ها را در سطح پلاتلت چی میکنه؟ نهی میکنه.
تاثيراتش چیست؟ میبخشن کلینیکال یوزش چیست؟ در کدام وضعیت ها ما میتونیم استفاده کنیم؟ میگه تقریبا در مو وضعیت های کسپرین استفاده میشه، این دواها میتونه استفاده شوه و میتونه که به شکل دوال با دیگه دواها یک جا میتونه استفاده شوه. ساید افکتش چیست دیگه دکتر صاحب؟ این تولید کلات نهیه میکنه، اینا یک خطرشان چیست که میتونه سبب ایجاد بلیدینگ شون. خب ایره اینجا نشان دادیم دکتر صاحب میکانیزمش. این سلاید دقیقا یاد همگی شاید باشه که مرحله پرایمری هموستاسیس که شامل پلاتلت اگریگیشن و تشکیل پلاتلت پلاک بود امو سلاید است که میکانیزم هر دوا را اینجا میبینیم. مثلا میکانیزم اسپرین اینجا توضیح داده شده که سایکلوکسینیز را نهی میکنه و ترومبوگزان تولیدش نهی میکنه و به این میکانیزم از اگریگیشن و توسل پلاتلت ها دیگه جلوگیری میکنه. دیگر دوایی که گروپ دوم خواندیم اینجا ببینیم، کلوپیدوگرل، پراسوگرل و تیکا گریلول. ای چی میکنه دکتر سبا؟ اینی آخذه ای دی پی است. اگه خود ای دی پی به شکل نرمال ای دی پی را فعال کنه چی میکنه؟ تولید جی پی دو بی و سی ای که ای آخذه ها را تولیدش زیاد میکنه. اینی آخذه جی پی دو بی و سی ای است. تولید از این زیاد میکنه. وقتی که ریسپتور ها زیاد شد توسط نیمی ریسپتور ها یک پلاتلت و پلاتلت دیگه با استفاده از فیبرونوژن در وسطشان بعد هم دیگه میچسبه. اما وقتی که دوای کلوپیدوگرل و پراسوگرل و تیکاگرل را استفاده میشه اینمی نهی میکنه این آخذه، این منفی نشان داده شده اینجا که نمی آخذه دی پی را نهی میکنه، آخذه پی دو و ایدازه را وقتی که نهی کرد اینمی جی پی دو بی و سی ای اینی ریسپتور ها اکسپریشن نمیکنه و پلاتل اگریگیشن نهی میشه. این میکانیزم میشه. خب گروپ سی اومه دکتر سبا انتی پلاتل درک های ما اینجا اسپرین خواندیم، کلوپیدوگرل و پراسوگرل و تیکاگرل رو خواندیم. گروپ سوم دکتر سیبا ابتیفیباتیدز و تیروفیبان، ابتیفیباتید و تیروفیبان و همچنان ابسیکزیماب هم دمی فامیل میه. اینا چی میکنن دکتر سیبا؟ میکانیزم زیادی است که اینا باز امرای آخذه جی پی دو بی سی ای ای تولیدش نهی میکرد، ای امرای خود این آخذه جی پی دو بی و سی ای یک جای میشه و این آخذه ها را بلاک میکنه، خود آخذه را بلاک میکنه. و استفادهش چیست دکتر سبا؟ در هنستیبل انجینا و در پرکوتانیس کورونری انترونشن ها میتونه که استفاده شود. خب اندورس افکت های تقریبا تمام دواهایی که به خاطر انتی کوگولیشن استفاده میشه مهمترین اندورس افکت شان است که مثلا شما یک مریض را که انتی پلاتلت میتن یا انتی کوگولیشن میتن باید کنترل کنین که مریض بلیڈنگ پیدا نکنه. شما چون تولید کلات نه میکنه احتمال داره که از سیستم جی آیش یا مثلا د یورینش اینا بلاد زایش، از خاطر هر وقت که من دوا دادم میشه از مریض پرسون میشه که رنگ ادرار تغییر نکنه کنه، آیا در مواد غایتی خون آمده نامده، چون یک از ادورس ساید افکت های کل همی دواها چی هسته؟ بلیدنگ هسته و دیگه میتونه سبب ترومبوسایتوپینیا شوه. ترومبوسایتوپینیا را به شکل ایجاد میکنه که وقتی که بالای اینمی آخذه ها وصل میشه و اینا را بلاک میکنه و یک میکانیزم اینمی ترومبوسایت ها را به اسپلین ها میشناسنه که اینا را از بین ببره، اسپلین ها از بین ببره، احتمال ادورس افکت ترومبوسایتوپینیا هم دهی وجود داره. اینجا اینمی دواهای خادنیم گروپ سیوم انتی پلاتلت های اپسیک زیمپ ابتیفیباتید و تیروفیبان. اینا چی میکنن؟ اینا میان امرای ناخذه جی پی دو بی و سی ای وصل میشن و ایده بلاک میکنن. اینا چی میکنن؟ بلاک میکنن، بلاک کردن نمیمونن که پلاتلت امرای پلاتلت دیگه چی کنن؟ بچسبه یا ادهیشن پیدا کنن. خب گروپ چهارم ما گفتیم چهار گروپ دواها در بخش انتی پلاتلت ها داریم که اسپرین ای گروپ و ای گروپ خواندیم. گروپ آخرشان هم که هسته سیلوستازول و دایپری دامول هسته، دایپری دامول و سیلوستازول هست. میکانیزم ازیاد دکتر سبا اینا برام فاسفودایستریز انهیبیتر هایات میشن این گروپ چهار ما که از جمله انتی پلاتلت ها هسته. چرا فاسفودایستریز انهیبیتر میگن؟ چون اینا انزایم فاسفودایستریز که داخل پلاتلت هست ایره نهیه میکنن. وقتی که انزایم فاسفودایستریز دکتر سبا نهیه شد، فاسفودایستریز از نامش استریز یعنی تجزیه کننده، وظیفش تجزیه سیکلیک ام پی داخل پلاتلت است. وقتی که انزایم بلاک کردی سیکلیک ام پی تجزیه چی میشه؟ کم میشه، یعنی تجزیه شده نمیتونه. با سوی سیکلیک ام پی در پلاتلت چی میشه؟ زیاد میشه دکتر سبا. اینا رول سیکلیک ام پی در پلاتلت چی است دکتر سبا؟ اگر سیکلیک ام پی در پلاتلت زیاد باشه این فعال شدن پلاتلت نهی میکنه، یعنی سیکلیک ام پی زیاد پلاتلت اکتیویشن نهی میکنه و سیکلیک ام پی کم، وقتی که سیکلیک ام پی کم باشه پلاتلت ها پی ای نشته میکنن، یعنی پلاتلت ها اکتیویت میشن، فعال میشن و کلات ایجاد میتونن. اینا میکانیزم دوایی است که اینمی تجزیه سیکلیک ام پی را کم میسازن و سویه ازیره در پلاتلت زیاد میشن. وقتی سویه ازیره در پلاتلت زیاد شد پلاتلت اکتیویشن صورت نمیگیره، یعنی پلاتلت ها فعال نمیشه و به این میکانیزم تاثیرات انتی پلاتلت خود هم میگذارن.
خب در کدام وضعیت ها میتونیم استفاده کنیم؟ در intermittent claudication یا مو لنگش های متناوب که کسایی که جریان گشتن پایشان لنگش می داشته باشه به خاطر که جریان خونشان بنابر یک کلات یا یک مسئله خوب جریان خون ندارن، در او وضعیت استفاده میشه. به خاطر prevention stroke استفاده میشه. وقایه cardiac stress testing یک تست است که به خاطر وظیفه قلبی استفاده میشه، در او از این استفاده میکنن. دیگه به خاطر وقایه بندش دوباره که کرونری استنت صورت میگیره، به خاطر جلوگیری از بندش دوباره هم میتونه استفاده شود. دیگه ادورس افکت های از این چیز دکتر سبب میتونه سبب نوسیا، هدک، فاشیال فلاشینگ، این سرخی روی، هایپوتنشن و ابدومنال پیش مریض شود. خب در مجموع دکتر سبا تمام آنتی پلاتلت درگ ها را خواندیم. اینجا امو خلاصه شما میشه بگیم که یک اسپرین بود که از طریق نهی ترومبوگزان ایدوی کار میکرد که هم واز کانستریکشن نهی میکنه که ترومبوگزان ایدو باعث واز کانستریکشن و پلاتلت اگریگیشن میشه. به این میکانیزم نمیمان که پلاتلت ها هم دیگه چیشان بچسبن. و دیگه ایدی پی بلاکر هاست که گفتیم آخذه های جی پی دو بی و سه ایره از طریق چیپ اکسپریشن شان نهی میکرد، از طریق بلاک پی دو و ایدوازده که ریسپتور ایدی پی هسته. این ایدی پی بلاکر ها میگن که همو گروپ دو گریل و تیکا گریل رو اینا شاملی فامیل میشود. و دیگه فاسفودایسترز انهیبیتر ها همو گروپ چهارم که خوانیم که سوی سیکلیک ایمپیر در پلاتلت زیاد میساختن. و در مجموع دکتر سبا کلشان اینمی دواها باعث میشه که ایک این اکتیف پلاتلت به اکتیف پلاتلت تبدیل نشه، یعنی همو پلاتلت ها فعال نشن و پلاتلت پلاک ساخته نشه. با میکانیزمایی که هر کدامش دقیق خواندیم. و دیگه ای که مو گروپ دیگه هم که اپسیکزیما با اینا بود که مستقیما با آخذه های جی پی دو بی و سی ای وصل بشیدن و نمیموندن که پلاتلت با پلاتلت دیگه تماس پیدا کنن. خب گروپ دوم دواها را میایم. گروپ اول ما تمام شد. انتی پلاتلت درگ، انتی کوگولانت درگ است. خب این گروپ دواها را خواندیم، انتی پلاتلت ها را، اسپرین خواندیم، ای دی پی بلاکر رو میکانیزمش شناختیم، استفاده هایشان و همچنان فاسفودایسترز اینهیبیتور. حالا گروپ دیگه ما رو میخوانیم به نام انتی کوگولانت ها که ای سکندری هموستاسیس یا تولید فیبرین یا همو کوگولیشن کاسکید ما رو چی میکنن؟ نهی میکنن. یعنی میکانیزمش کلش روی کوگولیشن کاسکید است که شامل هپارین، وارفارین، دایرکت ترومبین اینهیبیتور ها و فاکتور د اینهیبیتور ها میباشه. دکتر سبا پیش از اینکه ما برو مثلا هپارین توضیح بتم، امی دواهی که جا گفتیم وارفارین توضیح بتم یا نهی کننده های مستقیم ترومبین یا فاکتور دره بگویم، مثلا جزئیات چه بگویم، استفاده هایشان بگویم، اینی تصویر در مجموع کل امو دواهای آنتی کوگولانت جمع کرده. چون گفتیم آنتی کوگولانت ها روی کوگولیشن کاسکید تاثیر میکنن و از طریق ازی از تولید فیبرین و امو ترامبس قوی چی میکنن؟ جلوگیری میکنن. خب یکی خود گفتیم چی هستن؟ فاکتور نهی کننده های فاکتور دسته، نهی کننده های فاکتور دای فال. خب بی کوگولیشن کاسکید خیلی تن است که یک اینترنسیک پاتوی داشتیم، یک اکسترنسیک پاتوی. ده اکسترنسیک پاتوی فاکتور ده توسط تیشو فاکتور به دای فال میبخشن، فاکتور 7 توسط تیشو فاکتور به فاکتور 7 فعال تبدیل میشد، با فاکتور 7 فعال فاکتور دای غیر فعال به شکل فعال تبدیل میکرد. این اکسترنسیک پاتوی ما بود. و در اینترنسیک پاتوی ما فاکتور 12 یا هاجمن است که وقتی که به شکل فعالش تبدیل میشه فاکتور 9 را فعال میسازه، فاکتور 9 فاکتور 11 را فعال میسازه، میبخشن فاکتور 12 فعال میسازه، 11 نور فعال میسازه و 9 هم در فعال میسازه که شامل اینترنسیک پاتوی ما بود. وقتی که در فعال شد در فاکتور 2 که پروترومبین است به ترومبین یا فاکتور 2 فعال تبدیل میسازه و فاکتور 2 فعال فیبرینوژن به فیبرین تبدیل میسازه. اینا زود گفتم چون در فیزیولوژی بسیار با دیتیل تشریح شد، فقط به خاطر دواها رو واضح بفهمید دوباره تکرار کردیم. خب دواهایی که فاکتور دای فعال انهیبیتور هستن دکتر صاحبا، یعنی فاکتور درک نهی میکنند، به دو گروه تقسیم میشن، یک دایرکت انهیبیتور هست و یک ایندایرکت. یکی که مستقیما فاکتور در خودشان میان فعال میکنند، یکی از طریق انزایم دیگه مثلا فاکتور در فعال میکنند، او را به نام ایندایرکت میگن. دایرکت های ما دکتر صاحبا زیاد نمایش حتما در کلینیک دیده باشین که نوروگ زبان و اپیک زبان هستن که دواهای سگ به شکل اورال یعنی از طریق دهن استفاده میشه و اینجکشن نیستن. دیگه این دایرکتش هم فوندا پرینوکس است که فاکتور داره به شکل این دایرکت میکنن غیر فعال میسازن. دیگه دایرکت ترومبین انهیبیتور هست، یعنی اونایی که مستقیما اینی دوی فعال غیر فعال میکنن، ترومبین غیر فعال میسازن که شامل ارگاتروبان، بیوالرودین و دبیگاتران میشه که دبیگاترانش به شکل اورال استفاده میشه. دیگه دواهای هپارین است که هپارین هم سر فاکتور 10 سر فاکتور 2 خب میشه که باز بدن بگیم یک تاثیر واسیتر داره که باز میگیم چطور تاثیر میکنه. و همچنان وارفارین است که انتاگونیست ویتامین ک است، زده ویتامین ک کار میکنه که ما شما وظیفه ویتامین ک رو خوانده بودیم، باز تکرار کرده دوباره میگیم که چطور تاثیر میکنه وارفارین. خب
مهم سره هپارین دکتر سبا که یک از دواهایی است که خیلی زیاد زیاد استدباب داره در کلینیک استفاده میشه در وضعیت های کلاتینگ البته پیش مریض ها. میکانیزمش چیست دکتر سبا؟ میکانیزمش خب گفتیم که از طریق خب اول یک موضوع در فیزیولوژی اشاره کنم که ما شما خوانده بودیم به شکل نرمال در سطح اندوتل ما یک فاکتور وجود داره به نام هپارون لایک مولکول. هپاران چی میکرد؟ یک انتیکاگلانت، ما هم قسم که کاگلیشن فاکتورها داشتیم به مقابلش انتیکاگلیشن فاکتورها داشتیم که نبانه که فاکتورهای کلاتینگ زیاد فعال شوه و باید اونها را در وقتی که ضرورت نیست لایس کنه که شامل پروتین سی، پروتین اس و انتیترومبین میشد که اگر یادتون باشه سی فاکتور بود و هپارون لایک مولکول در بدن ما شما چی میکرد؟ آنتی ترومبین فعال میکرد و از اون طریق کاگلیشن فاکتور نه میکرد. این اول هپارینی که به شکل دوا یا سینتتیک داده میشه که به شکل دوا ساخته شده یا عین میکنید داره دکتر صاحب آنتی ترومبین سی امر آنتی ترومبین هم جای میشن و ایده فعال میسازه که یک آنتی کاگلیشن فاکتور است. وقتی که فعال ساخت چی میکنه؟ فاکتورهای کاگلیشن که اینمی چی میکرد آنتی ترومبین نهی میکنه، مثل فاکتور دوی فعال و فاکتور دای فعال، اینا را چی میکنه؟ نهی میکنه و از اونمو کاگلیشن کاسکیت نهی میکنه و دیگه شارت لای شارت آلفا 5 تنین تاثیر بسیار طولانی مدت نیست از هپارین. خب در کدام وضعیت ها استفاده میکنیم؟ خب روی مکانیزمش بیشتر روی سلایدهای دیگه هم گپ میزنیم که چطور آنتی ترومبین میشه که تکرار داشته باشیم که آنتی ترومبین کدام فاکتورها را نهی میکرد و اینا. خب کلینیکال یوزش چیست؟ ایمیدیت آنتی کوگولیشن فور پالمونری امبولیزم است، میتونه که در پالمونری امبولیزم من هیچ یک ایمیدیت آنتی کوگولیشن استفاده شود، در اکوت کورونری سندروم میتونه استفاده شود، در مایوکاردال انفارکشن میتونه استفاده شود، در دی وی تی یا دی وی ترومبوزیس و همچنین در جریان پرگننسی هم میتونه استفاده شود، مثلا یک مادر که دی وی تی داره و پرگننت است. دو میتونه ما به من هیچ یک آنتی کوگولیشن هپارین استفاده کنیم، یک دوای سیف است، مثلا یک مادر اگه حامل اگه پرسون کنه مشکل نداره چون پلاسنتا را عبور نمیکنه. و به خاطر از اینکه دکتر سایبا گفتیم که کل دواهای که به خاطر امی سیستم جلوگیری از کلات چی در شکل پرایمری آنتی پلاتلت است یا آنتی کوگولیشن است وقتی که استفاده میکنیم اینا باید مانیتور شون، مثلا هم از مریض پرسان شود چون مهمترین ادورس افکت که یا میدن چی است بلیڈنگ است، مریضا میتونن بلیڈنگ پیدا کنن چون هم ایجاد کلات اینا نهی میکنه میتونه سبب ایجاد بلیڈنگ شوه. از این خاطر باید به خاطر از اینکه ببینیم که نمی یعنی تاثیرات سویش زیاد است یا نیست پی تی تی را چک میکنیم چون هپارین سر پی تی تی تاثیر میکنه و پی تی تی را چی میسازه؟ طولانی میسازه. از این خاطر ما پی تی تی را همیشه وقتی که هپارین میتیم این باید به شکل منظم چک شوه و تاثیرات هپارین دیده شوه که ساید افکت کلان پیش مریض نده. خب ادورس افکت های هپارین دکتر صاحب میتونه چی باشه؟ بلیڈنگ است، خب گفتیم میتونه که بلیڈنگ بده و وقتی که اگر یک کس بسیار شدیداً بلیڈنگ پیدا میکنه در نتیجه استفاده هپارین به خاطر که تاثیر هپارین نهی کنیم میشه که برش پروتامین سلفیت بدیم، این آنتاگونیست هپارین است. دیگه سبب اچ آی تی میشه دکتر صاحب، اچ آی تی خود زیاد تکرار شد چندین بار هپارین ایندوس ترومبوسایتوپنیا که مکانیزمش همین فهمیدیم که چی است. وقتی که هپارین داده میشه امرای یک فاکتور به نام پلاتلت فاکتور 4 که در فیزیولوژی خوانده بودیم نی که از خود پلاتلت افراز میشه امراض وصل میشه، وقتی که وصل شد باعث تولید آی جی جی در مقابل خود میشه یعنی آنتی بادی را میسازه، وقتی که آنتی بادی امراض اینا وصل شد یک کامپلکس را میسازن که آنتی بادی هپارین و پلاتلت فاکتور 4 است که این وقتی که ساخته شد دکتر سبا سر هم پلاتلت را فعال میسازن و همی که پلاتلت‌ها فعال شد پلاتلت‌ها هم ترومبوز هم می‌سازه و هم دسپلین تخریب میشه و به این شکل ترومبوسیت‌ها یا پلاتلت‌ها مصرف میشه، وقتی که مصرف شد پلاتلت‌ها کم میشه. اینا مینه ایمو چی میگن هپارین ایندوس ترومبوسایتوپنیا که یک از اختلالات ادورس افکت های هپارین میتونه باشه، بازی دو شکل داره دکتر سبا، تایپ 1 داره اچ آی تی، تایپ 1 داره اچ آی تی تایپ 2. در تایپ 1 که دکتر سبا معمولا در دو روز اول که یک مریض هپارین استفاده کنه پیشش ادورس افکت ایجاد میشه و یک حالت بسیار وخیم نیست گذرا است و وقت را میگن که در دو روز اول واقع شه و تعداد پلاتلت بیشتر از 1 لاک باشه، یعنی زیاد پلاتلت کم نشده باشه، این کدام مشکل نیست. ولی میکانیزم تایپ 2 ش هست، این می میکانیزم که تشکیل کنه مربوط به تایپ 2 میشه که آنتی بادی ساخته میشه و باعث از این میشه که هم اپانینا ترومبوس بسازه با هم در اسپلین تخریب شوه. در اینجا دیگه تعداد مقدار هموگلوبین ها بیخی زیاد کم میشه، از 1 لگام پایین میشه، یعنی تعداد زیاد کم میشه که یک وضعیت تقریبا میتونیم بگیم که ایمرجنسی میتونه گفته شوه. اینال بستادویش چیز که باید دفعتا هپارین قطع شوه دیگه به مریض هپارین داده نشه و به جای هپارین یک دوای دیگه که اگر مریض نیاز داشت انتیکوگولان میشه یک دوای دیگه به جایش انتخاب شه، مثل ارگاتروبان یا فوندا رینوکس، چون اینا امر پرات فاکتور چارچی میشن یک جای وصل نمیشن.
خب اینجا مسئله هپارین از دکتر سیبا اینه، ما میخوایم در سلاید دیگه تشریح کنم در روی تصویر چون خوب تر میفهمیم. خب هپارین از دکتر سیبا گفتیم که از طریق چی کار میکنه؟ از طریق انزایم انتیترومبین، یک انزایم نمیشه بگیم، میشه یک فاکتور بگیم، توسط انتیترومبین کار میکنه. انتیترومبین یک انتی کوگلیشن فاکتور است، انتی کوگلیشن فاکتور، فاکتوری که ضد کوگلیشن است. کار انتیترومبین چیست؟ دکتر سبا، انتیترومبین فاکتور دو را نهی میکنه، فاکتور در را نهی میکنه، فاکتور نو را نهی میکنه، فاکتور 11 را نهی میکنه، فاکتور 12. اینی فاکتورها را نهی میکنه و پای مکانیزم آنتی کوگولیشن افکت میگذاره. هپارین که نهی دوا استفاده میشه، اینمی از طریق اینمی انزایم کار میکنه، میایه امرای انتیترومبین وصل میشه، امرای ازی وصل میشه، ایره فعال میکنه، این فاکتور که فعال شد اینی فاکتورها را نهی میکنه، وقتی که نهی شد فیبرینوجن به فیبرین تبدیل نمیشه، کلات ساخته نمیشه، اینی میکانیزم شسته. این حال دکتر سبا سکن از طریق انتیترومبین که کار میکنه، زیادتر کدام فاکتورها را نهی میکنه؟ فاکتورهایی که در انترنزیک پتویز، فاکتور 12، فاکتور 11، فاکتور 9، اینا مربوط به انترنسیک پاتوی میشن. و ما وظیفه انترنسیک پاتوی را توسط چی چک میکردیم؟ توسط پی تی تی، پارشیال ترومبوپلاستین تایم، که تستش اگه یادتان باشه گفته بودیم که خون مریض همراه یک مقدار چارج منفی مثل سیلیکا تماس میدیم که فاکتور 12 فعال شوه. وقتی که 12 فعال شد میبینیم که چقدر وقت در بر میگیره که نمیه کلاته بسازه. وظیفه انترنسیک پاتویل از طریقش چک میکردیم. اینا چون از طریق وظایف چی را نهیه میکنه؟ انترنسیک پاتویل فاکتورش نهیه میکنه. ما به خاطر که تاثیر هپارین پیش مریض مانیتورینگ کنیم، پی تی تی را چک میکنیم، چون ایده طولانی میسازه. نمیمانه که اینا فعال شوه، یعنی وقتی را که در بر میگیره تا کلات بسازه بسیار طولانی میشه. وقتی که زیاد باز به اندازه پاتولوژیک طولانی شد، باید اون وقت هپارین چی شوه؟ قطع شوه. از خاطر مانیتورینگش توسط پی تی تی صورت میگیره. و سر اکسترنسیک پاتوی زیاد تاثیر نداره، تاثیرش بیشتر سر اینترنسیک پاتوی است. دیگه دکتر سیبا، هپارین دو شکل داره، امی مسئله آخر که گفتم اینجا در سلایت تشریح میکنم او رو براتون میگم. یک شکلش ان فرکشنیتد هپارین است و یک شکلش لو مولکولار ویت هپارین است، ال ام دبلیو اچ، لو مولکولار ویت هپارین. و شکل دیگه من که ان فرکشنیتد هپارین میگه، اینه به نام یو اچ هم میگن ان فرکشنیتد هپارین. دکتر سبا فرکشن خب به انگلیسی چی را میگن؟ کسر شدن، خرد شدن. ان فرکشنیتد یعنی شکل کلان هپارین که ان فرکشنیتد است، یعنی کسر نشده. و این شکل لو مولکولار ویت هپارین که شکل است که مولکولار ویت پایین داره. میکانیزم تاثیرشون فرق داره دکتر سیبا، در سوالای بورد در سوالای بورد همی پرسان میشه فرقشان در چی از دکتر سیبا. شکل ان فرکشنیتد کس از طریق انتیترومبین کار میکنه و فاکتورهای متعدد نهی میکنه، اینا فاکتور 2 نهی میکنه، فاکتور 10، 9، 11، 12، یک مقدار فاکتور 7 هم نهی میکنه. و ولی لو مولکولار ویت هپارین که دوا دو مهمترین دوایش که در کلینیک استفاده میشه به نام اینوگزپرین، اینوگزپرین که است یک لو مولکولار ویت هپارین است، ای از طریق انتیترومبین کار میکنه. وقتی که میای عین مثل هپارین ان فرکشنیت است و امرای انتیترومبین وصل میشه، ولی تنها باز فاکتور در نهی میکنه، ای دیگر نهی نمیتونه، توصیل از کمتر است و ساید افکت اینوگزپرین هم کمتر است. از همین خاطر حالا فعلا در کلینیک از شکل از ان فرکشنیتد کرده به مریضا اینوگزپرین میتن، چون که تاثیر بلیدینگ و اینا یعنی ساید افکتش چیست کمتر است و به مانیتورینگ زیاد ضرورت نداره. خب اما مسئله است که ایجاد روی گراف نشان داده شده که گفتیم که شکل ان فرکشنیتد هپارین یا مشکل کلانش که است از طریق انتیترومبین فاکتورهای زیاد نهی میکنه، از این خاطر پی تی تی را زیاد طولانی میسازه. سکنه این پی تی تی است در این گراف و این هم سویه نمی دواره در چی نشان میده در خود خون که میبینید در سویه های بسیار پایین، ولی میتونه پی تی تی را چی کنه؟ بسیار طولانی بسازه، یعنی ساید افکت زیاده بگذاره. اما لو مولکولار ویت هپارین هر چقدر که سکنه سویش زیاده میکنیم، مقدارش در خون زیاده میکنیم، زیاد پی تی تی را طولانی نمیسازه، از این خاطر به مانیتورینگ زیاد نیاز نداره و ساید افکتش هم نسبت به انفرکشنت هپارین کم است. خب دوای دیگه که در انتیکاگولیشن درگز میخوانیم وارفارین از دکتر سبا. وارفارین میکانیزم چیست؟ بیشتر گفتیم که انتاگونیست ویتامین کیس، ویتامین کی را نهی میکنه و کدام میکانیزم که در لور یک باشه این همیشه روی ازی تصویر تشریح کنیم. خب ما خوانده بودیم که ویتامین کی در لور شکل فعال ساخته میشه، مثلا گفتیم یک کس اگر سیروز داشته باشه یا لور فیلر داشته باشه، او اصلا ویتامین کی را فعال ساخته نمیتونه و پیشش یک مشکل بلیدینگ وجود داره، چرا که محل فعال شدن ویتامین کی
دچ کجا سر دلیور است؟ دکتر سبا اپوکسیت ریداکتیز یک انزایم بود که ماده فیزیولوژی خوانده بودیم که شکل غیر فعال یا اکسیدایز ویتامین کی را یا که اینکتیو فرمش میشد ایره به شکل فعال یا ریدیوس ویتامین کی تبدیل میکرد. وقتی که ویتامین کی فعال شد و ریدیوس شکل فعال شد بازی چی میکرد؟ توسط انزایم گاما گلوتامیل کاربوکسیلیز که به ویتامین کی نیاز داره ای چی میکرد؟ فاکتورای کاگلیشن که فاکتور دو اینی فاکتورا بسیار مهم است چون وارفارین سر اینی فاکتورا کار میکنه. فاکتور دو، فاکتور هفت، فاکتور نو، فاکتور ده، فاکتور سی و فاکتور اس که دو فاکتور مربوط سیستم آنتی کاگلیشن میشه و اینا مربوط کاگلیشن ها. این یا دکتر سبا ویتامین کی شکل غیر فعال شنه به شکل فعال تبدیل میکنه، یعنی شکلی که میتونه کاگلیشن ایجاد کنه یا یعنی شکل سی اس و اس میتونه انتی کاگلیشن ایجاد کنه، یعنی شکل فعالشان ساخته میشه. دکتر صاحب وقتی که وارفارین میته میکانیزم وارفارین چی هست؟ وارفارین اینی انزایم نهیه میکنه، اپوکسیت ریداکتیز در لیور نهیه میکنه. وقتی که نهیه شد ویتامین کی فعال نمیشه، وقتی که ویتامین کی فعال نشد یعنی فاکتورها فعال نمیشه. وقتی که این فاکتورهای علاقوی مثل فاکتور نو، فاکتور ده، فاکتور نو، فاکتور دو و فاکتور هفت فعال نشد، کلات ساخته نمیشه. اینی میکانیزم میشه دکتر سبا. و ساید افکتش هم متوجه باشین که باز بیشتر مربوط این فاکتورهای آنتی کوگولانت هستن. وقتی که اینا فعال نمیشه باز یگان مشکلات میتونه ایجاد کنه. خب گفتیم میکانیزمش چیست؟ از طریق اپوکسید ریداکتیز ویتامین کی دم نهیه میکنم، نمیمانه میبخشید. شکل فعالش ساخته شوه و وقتی که ویتامین کی ساخته نشد ما گفتیم که از طریق گاما کاربوکسیلیشن اینی فاکتورا که فعال میشد اینی یا فعال نمیشن. وقتی که نه فعال نشد اونمو مشکلات به وجود میاد. خب ایره روی تصویر در توضیح دادیم دیگه. در کدام وضعیت ها دکتر سبا وارفارین استفاده میشه؟ معمولا وارفارین به هدف کرونیک آنتی کوگولیشن استفاده میشه، مثلا مریضی که دی وی تی میتن و چانس ایجاد دوباره ترومبوز دویه هایشون ایجاد موجود است، یعنی به شکل مزمن در خطر هستند. این به خاطر وقایع به شکل مزمن من هست یک کرونیک آنتی کوگولیشن پیش از استفاده میشه که اینمی کلات بهشون ایجاد نشه. مثلا در وینوس چی شد؟ خب به خاطر پروفایلکس گفتیم ترومبوئمبولیزم های بعدی میتونه استفاده شوه. همچنان مثلا به خاطر جلوگیری از ترومبوئمبولیزم در اتریال فیبریلیشن که کسایی که اتریال فیبریلیشن دارن اما تکان قلبی چون چانس ایجاد کلات پیش از نو زیاد است، پیش از نو میتونه که به شکل مزمن وارفارین به خاطر آنتی کوگولیشن استفاده شوه. دیگه یک نکته مهمی است که دکتر سایبا ای در مریضای من هست یک آنتی کوگولانت درگ در مریضای پرگننت استفاده نمیشه به خاطر از اینکه مریضای پرگننت گفتیم که هپارین نمیتونه استفاده کنیم، اما استفاده نمیشه چون یکی از پلاسنتا میتونه عبور کنه و میتونه تراتوجنیک باشه و روی جنین تاثیرات منفی خود بانه. دکتر سیبا به خاطر مانیتور ساید افکت هپارین ما پی تی تی را چک میکنیم، اما به خاطر مانیتور وظیفه هپارین ما پی تی را چک میکنیم. پی تی که اکسترنسیک فاکتور با ما اکسترنسیک پاتوی را وظیفه شبا ما نشان میده ای را چک میکنیم و همچنان آینار که آینار مریض یا انترنشنل نورمالایز ریشیو ای هم از روی پی تی مریض ارزیابی میشه ای را چک میکنیم. باز در سلایده بعدی میگم که یک تکرار را دوباره میداشته باشیم الان چون روی فیزیولوژی این موضوع تشریح شده ما دوباره یک تکرار میکنیم که اینا کدام مفهوم میرسانن و چگونه باید چک شوه به خاطر مانیتور تاثیر وارفارین. خب ساید افکت هاش چیز دکتر سبا؟ خب یکی از ساید افکت هاش هست که گفتیم اگر به مادر حامله داده شوه تراتوجنیک هست. یکی از ساید افکت هاش بلیدینگ، خب گفتم در کل دواهای آنتی کوگولیشن میتونه یک ساید افکت باشه. دیگه تراتوجنیک هست اگر به مادر حامله داده شوه سر طفل تاثیرات تراتوجنیک میگذاره. دیگه سبب اسکین تیشو نکروزس میتونه شوه که این میکانیزم در فیزیولوژی تشخیص شده ولی میشه دوباره یک توضیح میدیم انشاءالله. دیگه میتونه که در صورت کمروی دواهای دیگه استفاده شوه سبب درگ درگ انتراکشن هم پیش مریض شوه. خب تیشوی اسکین نکروزیس دکتر سبا ای چی بود؟ این تصویر ببینیم که مریض اسکینش به طرف نکروزیس میره دای میشه حجرات جلدش. ای چرا یک ساید افکت هاست دکتر سبا؟ اگه یادتان باشه در این تصویر هم میشه که بگویم دوباره که ایره من میشه دوباره پاک کنم و امو ساید افکت ایجا سعی واضح ببینیم. خب دکتر سبا ویتامین کی برای یک فاکتورای کوگولیشن فعال میساخت، دو فاکتور دیگر رو فعال میساخت، یکی فاکتور سی و یکی فاکتور اس که اینا آنتی کوگولیشن هستن که وقتی که پروتئین سی فعال میشد اس من هایسی که فاکتور استفاده میکرد و فاکتور 5 و 8 علاقوی را فاکتور 5 و 8 چی میکردن؟ نهی میکردن و به این شکل سبب آنتی کوگولیشن میشدن.
ی فاکتور باعث کواگلیشن میشد یا انتی کواگلیشن میشد. اینال وقتی که باکس وارفارین میتیم مخصوصا در کسایی که از اول پروتین سی دفیشنسی دارن، یعنی پروتین سی پیششان کم است. ما چی میکنیم دکتر سبا؟ ای را دیگه هم نهیه میکنیم. تاثیرات انتی کواگلیشن بیخی پیش مریض چی میکنیم؟ نهیه میکنیم. یعنی یکی خود مریض پروتین سی نمی داشته باشه و یکی وقتی که تو میای ویتامین کرا نهی میکنی پروتین سی اما یک مقدار کس وام ساخته نمیشه. باز اینا چی میشه دکتر سبا؟ پیش مریض می تاثیرات انتی کواگولیشن بیخی از بین میره. یکی از بین رفت کلات بسیار زیاد ساخته میشه. کلات که ساخته شد چی میکنم؟ کلات که ساخته شد امیاویه های کوچک بند میکنه. اویه هایی که در جلد است، وزل هایی که در جلد است بند میکنه، ترومبوز ایجاد میکنه و جریان خون جا قطع میشه. وقتی که جریان خون قطع شد اسکن نکروزس میکنه. که یک از ساید افکت های وارفارین است که اینجا همون میکانیزم تشریح شده که ما شما ضرور نیست خطایش رو بخونیم چون روی این سلاید تشریح شده. خب دیگه گفتیم یک ترانش یعنی مسئله است که دکتر وقتی که وارفارین استفاده میشه هر آنچه یک دوایی است که انتی کوگولیشن است و باید کلات نهی کنه، اما چون پروتین سی و اس یک انتی کوگولانت است اونا را مینا نهی میکنه تاثیرات انتی کوگولیشن از بین میبره. در روزهای اول دفتر میتونه که یک حالت هایپر کوگولیبل استیت ایجاد کنه و به مو خاطر که از که سیستم چشونی کروز واقع میشه یک حالت هایپر کوگولیبل استیت میتونه ایجاد کنه. از این خاطر خوب است که میگن اول اینیشال هایپرین تراپی چی میکنه و مو چانس است که نکروز پیس مریض پایین میره. خوب است که تداعی عین زمان امرش هپارین شروع شوه. دیگه وقتی که کس مثلا وارفارین برش دادین مثلا این می پیشش اسکن نکروزس ایجاد شد یا مثلا پیتی را چک کردین یا آینا را چک کردین بسیار طولانی شده بود پیشش زیاد بالا رفته بود، باز من های سنتوگنست به خاطر ریورسالش یعنی اون ما انتی انتوگنستش چی است؟ یکی فلاش فرش فروزن پلازما است و همچنان پلازما کانسنتریت است که وایا هم میتونیم ویتامین کی چون وارفارین ویتامین کی را نهی میکنه. وقتی که پس شما ویتامین کی بتین به شکل مقایسوی دوباره این وارفارین میتونه نهی کنه. یعنی وقتی که یک کس با وارفارین تسمم پیدا میکنه تسمم گفته نمیتونیم یعنی ساید افکت میته بسیار شدید، به خاطر که بخواید تاثیرات چنه نهی کنین برش میتونه ویتامین کی بتین فرش پلازما فروزن پلازما بتین چون دیگه کوگولیشن فاکتور است. کوگولیشن فاکتور ایده که وارفارین نهی میکنه در یک کس دیگر وقت پلازما شبتین دو کوگولیشن فاکتور است میتونه وضعیت پس پیش مریض خوب بسازه یا پلازما کانسنتریتوم اما کوگولیشن فاکتور را خود داره. خب دکتر صاحب گفتین که وارفارین چی میکرد؟ ویتامین کی را نهی میکرد و ویتامین کی چی میکرد؟ یعنی فاکتورهای 7، فاکتور سی، فاکتور ده، فاکتور اس و فاکتور دو را ویتامین کی فعال میسازه. وقتی که ما وارفارین میدیم فاکتورا را نهی میکنیم. اینا ما یک مسئله رو گفتم که ما به خاطر ارزیابی وظیفه وارفارین پی تی را چک میکنیم. یعنی پی تی پروترومین تایم را چک میکنیم پیش مریض که دکتر صاحب پروترومین تایم اونمو چی را چک میکرد؟ اکسترانسیک پتوی را وظیفه به ما نشان میداد که خون مریض میشه که تکرار کوتاه داشته باشم که امرای تیشو فاکتور واسه مخلوط میشه و دیده میشه که نمی اکسترانسیک پتوی چطور کار میکنه و در چقدر وقت کلات هم میسازه. وقتی که ما وارفارین میتیم ویتامین کی میتیم وارفارین میتیم و ویتامین کی را نهی میکنیم پی تی را چک میکنیم چون این پی تی میتونه طولانی شوه و اکسترانسیک پتوی کارش نهی میشه. چرا دکتر صاحب پی تی را چک میکنیم و پی تی را چک نمیکنیم؟ این خب فاکتورهای مثلا درام غیر فعال میکنه، مثلا فاکتور یا نورم غیر فعال میکنه که مربوط اکسترنسیک پاتوی مربوط اینترنسیک پاتوی میشه که چرا خی پی تی تی را چک نمیکنیم؟ شاید پیشتون یک سوال باشه و دمتونه بردم پرسان میشه که چرا دا یو پی تی چک میشه پی تی تی چک نمیشه. به خاطر از اینکه دکتر صیبا ما گفتیم که مو شکل فعال شدن اما فاکتورها را نهی میکنه. اینا از نظر هالف لایف دکتر صیبا فاکتور 7 طول هالف لایفش 4 تا 6 ساعت است، پروتئین سی 8 تا 10 روز است و فاکتور ده 24 تا 40 ساعت از هالف لایفش، پروتین اس 40 تا 60 است و پروتئین بینم 60 تا 70 ساعت است. 70 ساعت است دکتر سبا. ای به ایمان است که وقتی که وارفارین میتیم دکتر سبا این قدر طول عمر از یاست دفتر سر از یاد تاثیر نمیکنه. مثلا اونایی که قبلا ویتامین کی اونا رو فعال ساخته تا که اونا از بین نره این خسر فاکتور تاثیر میکنه که هنوز ساخته نشدن، هنوز از شکل اینکتیو به اکتیو نامدن. اما اونایی که قبلا اکتیو شده باشن مثلا وارفارین میتی پروسه را نهی میکنی اما یک مقدار پیش از پیش خود تولید شده بود نه شکل فعالش.
تا که نیا مصرف نشه وارفارین تاثیر نمیکنه. باید این نیا مکتفه مصرف شوه که باز دیگه شکل فعال ساخته نشه، باز مریض چی میکنه و متاثر انتوکاگولیشن بیشتر ایجاد میشه. کمترین هالف لایف فاکتور 7 داره دکتر سایبا، میبینید در 4 تا 6 ساعت هالف لایفش تکمیل میشه. از این خاطر فاکتور 7 جزء از اکسترنسیک پاتوی هست. میشه که این اسلاید یک کامنت پیش بریم، اینا فاکتور 7 جزء از اکسترنسیک پاتوی بود. ای زود هالف یعنی زود دای میشه و از این خاطر زود ما میتونیم تاثیرات وارفارین روی اکسترنسیک پاتوی ببینیم. از این خاطر ما پی تی مریض را چک میکنیم، پی تی یا آی ان آر. آی ان آر هم چی است دکتر سایبا؟ اینترنشنال نورمالایز ریشیو تست. یا مازم پی تی مریض اندازه گیری میشه که میبخشیم که قلم درست کنم، میتا که عبارت از پی تی مریض در صورت پیتی مریض نشته میکنن، در پایینم پیتی نرمال که به شکل نرمال 10 ثانیه است پیتی نرمال. از روی از حساب میکنن که آی ان آر نرمال یک تقریبا یک است، ولی وقتی که به مریض ما چی میتیم وارفارین میتیم امی آی ان آر بلند میبره، مثلا از یک شروع به طرف بالا میره که تا 2 تا 3 مشکل نیست. یعنی مریض یک وارفارین میتیم ما باید پیتیش چک کنه بریم یا آی ان آر چک کنیم. آی ان آر باید بین 2 تا 3 حفظ شوه. اگر 3 بالا میره پیش مریض چانس بلیدینگ و ادورس افکت های وارفارین امکان است که واقع شوه. خب این هم موضوع پیتی و آی ان آر گفته که ما روی سلاید دیگه رویش بحث کردیم. خب این هم اینجا سلاید داشتیم که پی تی و پی تی را گفته که وقتی که ما وارفارین میتیم پی تی مریضه چک میکنیم یا هم آینا را مریضه چک میکنیم، که ما قبلا هم گفتم که آینا را چطور محاسبه میشه انترنشنال نورمالایزیشو از طریق پیشنت پی تی و در مخرج هم کنترول پی تی یا پی تی نرمال در یک شخص به این شکل محاسبه میشه که به شکل نرمال آینار دکتر سبایی زیاد پرسان میشه که آینار نرمال در یک نفر چقدر است؟ یک است. ولی وقتی که ما وارفارین میتیم چون اینمی فاکتور 7 نهیه میکنه، اینمی اکسترنسیک پاتوی طولانی میشه، آینار به طرف بالا میره. اما ما باید کوشش کنیم که در بین 2 تا 3 حفظ کنیم. اگر 3 زیاد شد به این معنی که اکسترنسیک پاتوی زیاد نهیه شده و امی کوگولیشن کسکی زیاد نه میشه و چانس بلیدینگ پیش مریض بسیار بالا میره. خب اینی مثلا رو میجاید کنیم که یک پیتی نرمال 10 ثانیه است دکتر سیبا، یعنی یک کس که از طریق اکسترنسیک پاتوی چک میشه باید 10 ثانیه بتونه که فیبرین فعال بسازه و پیتی تی نرمال ما که انترنسیک پاتوی وظیفهش چک میکنه در حدود 30 سکند یا 30 ثانیه میباشه. خب وارفارین اسکین نکروزیس بود که دکتر سبا در ساید افکت وارفارین ما شما در سلاید قبلی تشریح کردیم، ولی میشه دوباره بگیم که یک از کامپلیکیشن هاست، یک از اختلالات تداوی وارفارین است مثل که قبلا گفتیم، که معمولا در مریضای رخ میده که از قبل پروتین سی را کم داشته باشن، یعنی از پیش از پیش یک پروتین سی دیفیشنسی داشته باشن و وقتی که ما و یا همی که اگر وارفارین بسیار به مقدار زیاد استفاده شه، یا مریض پروتین سی دیفیشنسی داشته باشن یا وارفارین اگر زیاد داده میشه باعث اینمی وارفارین اسکین نکروزیس میشه که تولید پروتین سی که یک آنتی کوگولیشن اسید نهیه میکنه، در نتیجه ترومبوز در نسج جلد ایجاد میشه، اویه ها بند میشه و باعث نکروز تاریک شدن و همچنان پرپل شدن لیژن های پرپل در جلد میشه. خب دکتر سبا هپارین و وارفارین خواندیم دیگه، ما بعض از آنتی کوگولانت های دیگر هم در سلاید اولی نمایش گرفتیم که نهی کننده های فاکتور 10 هستن، نهی کننده های فاکتور 2 یا ترومبین است، که نهی کننده های فاکتور 10 شکل مستقیمش عبارت از ریوروک زبان و اپیک زبان است و نهی کننده های فاکتور 2 که مستقیما فاکتور 2 یا ترومبین نهی میکنن مثل دبیگاتران است. این دواها به شکل اورال استفاده میشن، از این خاطر نامش گفته که نوول اورال آنتی کوگولانت، یعنی آنتی کوگولانت هستن که دمی اواخر کشف شدن، ساخته شدن، کشف نمیشه بگیم ساخته شدن، دمی اواخر ساخته شدن، برام نوول جدید میگن و به شکل اورال استفاده میشن. میشه که به جای وارفارین مثلا کسایی که امروی وارفارین ادورس افکت نشون میدن یا پیشن اسکن نکروزس یا مو کامپلیکیشن های وارفارین ایجاد میشه یا وارفارین پیشن مزاد استباب میباشه، میشه که از دواهای آنتی کوگولیشن دیگه که حالا پیدا شده از یا استفاده شده، مثلا فاکتور دره که نهیه میکنه مثل روروک زبان اپیک زبان یا هم اونایی که فاکتور دو نهیه میکنه مثل دبیگاتران استفاده شده. خوبی های اینی دواها چی هست؟ این دواهای NOAC یا نوول اورال آنتی کوگولانت دکتر سبا یک اپساید داره یک داونساید داره. بدی هایشون چیز، خوبی هایشون چیز؟ خوبی هایشون این است که گفتیم زیاد ساید افکت ندارن،
دیگه ای که آینا را تغییر نمیتن. دکتر صاحب وارفارین نگفتیم که آینا را چی میکرد؟ بسیار بالا میبرد، چانسی بلیدینگ زیاد میساخت. اما چون اینا مستقیما سر یک فاکتور تنها تاثیر میکنه، مثلا تنها فاکتور در نهی میکنن یا تنها فاکتور دور نهی میکنن، نیاز ندارن که ما آینا را مریض چک کنیم. از این خاطر مثلا نیاز نداره که ما هر هفته یا هر دو هفته بعد مریض بگیم تو یک معاینه لابراتوری بگی. ادورس افکت زیاد نمیتن، ولی وارفارین که بودیم مریض باید زود مثلا هر دو هفته بعد ما یک بار نظر به ما توصیه دکتر معاینه لابراتوری شو آینه رو چک شوه. اما خوبی دوا چیست که نیاز نداره که آینه رو مریض چک شوه، ولی مشکلش چیست که دکتر صاحب این دوا باز قیمت از بازار یک مقدار نسبت به دواهای وارفارین اینا و چی نیاز دارن، به خاطر از اینکه وقتی که اگر چیان بتن یعنی ساید افکت بتن باز دوای چیشانم ایداروس و زیمب است که میتونه از این باید گرفته شوه، نیاز داره که باید ادورس شوه، یعنی دوباره در مقابلش یک چی میگن انتیدوت شه بتیم برشم. دیگه دکتر سیبا امی کرونیک اورال انتیکاگلیشن این یک موضوع دیگه است که کلا مفهوم میرسانه. کرونیک اورال انتیکاگلیشن به این معنی که دکتر سیبا بعضی از مریضا مثلا برشان انتیکوگلیشن ها امی دواهایی که خواندیم در مجموع کل دواهای انتیکوگلیشن چی والفارین، هپارین یا هم دواهایی که اینجا خواندیم به شکل اورال که به وروگو زبان و اپیک زبان و دبیگتران است، یعنی بعضی وقتا این امی انتیکوگلیشن ها دکتر صاحبا به شکل کرونیک به مریض توصیه میشه، یعنی مریض نیاز داره که دوامدار بگیره، شش ماه بگیره، یک سال بگیره یا تو بعضی مریضا چندین سال مدام برشان توصیه میشه. این کدام مریض است؟ کدام مریضا نیاز دارن که به شکل دوامدار انتیکوگلیشن بگیرن؟ اتریال فیبریلیشن، مریضا که اتریال فیبریلیشن دارن چون همیشه پیششان چانس کلات وجود داره، باید بخاطر اینکه کلات ایجاد نشه همیشه به شکل کرونیک یعنی مزمن یک مدت طولانی چی میگیرن انتیکوگلیشن میگیرن. دیگه کسایی که مکانیکال هارت والف دارن، کسایی که پیششان مثلا عملیات قلب صورت میگیره و پیششان دسامات یعنی مصنوعی مانده میشه، چون دسامات مصنوعی هم یک از اختلالاتش نیست میتونه سبب ایجاد کلات شوه، پیش از اون نیاز است که به شکل کرونیک انتیکوگلانت استفاده کنن. دیگه چی هست که دکتر سبب کسایی که تاریخچه دیویتی دارن یا پلمونری ایمبولیزم دارن و پیش از اینا بعضی نیاز میشه که به شکل کرونیک انتیکوگلیشن پیششان استفاده شوه. خب وارفارین هم اینجا یک موضوع مربوط به وارفارین است که دکتر سبا اورال درگ است یا به شکل اورال استفاده میشه و قیمتش خوبیش است که قیمتش کم است. بعدیش چیست که بیشتر ما گفتیم که بعدیش است که همیشه نیاز داره که مریض معاینه لابراتوری بگیره، آینه روش چک شود تا چون ساید افکت میتونه روی مریض بگذاره و آینه روش بالا ببره. خب یک تفاوت یا یک مقایسه بین هپارین و وارفارین میکنیم چون امید به دواز نهیز انتیکوگلانت استفاده میشه. خب هپارین که است دکتر سبا یعنی به شکل مقایسوی تفاوتایشان رو میخوانیم، یکی مثلا از نظر تطبیقشان چه خصب است، چی تفاوت داره وارفارین با هپارین، از نظر میکانیزم اکشنشان یا سایت اکشنشان در کدام قسمت تاثیر میکنن، از نظر شروع تاثیرشان، از نظر دیوریشن تاثیرشان که در چند ساعت مثلا در چقدر وقت تاثیر میمانن، از نظر از اینکه باید چطور وظیفه از اینا مانیتور شوه یا انیمی تاثیرات از اینا مانیتور شوه با ساید افکت نتا، و از نظر از اینکه پلاستا رو بر میکنن یا نمیکنن. ایده یک مقایسه کنیم تقریبا اسلایدهای قبلی کلش گفته شد ولی بخاطر اینکه خب ذهن نشین شوه این اسلاید جاوردیم. خب از نظر روت آف ادمنستریشن یعنی از نظر طریقه تطبیق هپارین میفهمین که پارنترال است. پارنترال به معنی چی که از طریق سیستم انتریک سیستم یعنی اورال گرفته نمیشه، پارنترال است یا آی وی گرفته میگیره مریض یا سبکوتانیوس میگیره مریض، یعنی معمولا به شکل اینجکشن میگیره از طریق سیستم هاضمه یعنی گاستریک چی میگن انترال گرفته نمیشه. وارفارین که دکتر صاحب ادویس کو انترال استفاده میشه یعنی از طریق اورال استفاده میشه فهمی است. دیگه هپارین در کجا تاثیر میکنه دکتر صاحب؟ از طریق آنتیترومبین در بلد کار میکنه، محل تاثیرش خون است. اما وارفارین گفتیم که اپوکسی ددکتیز است که انزایم در لیور است و ویتامین کی را فعال میسازه، محل تاثیر از این در لیور است که دمون لیور اونم انزایم نهی میکنه. دیگه شروع تاثیرش است. هپارین یک دادی دکتر صاحب، هپارین یک دوایی است که در آلات عاجل معمولا داده میشه، دفعتن تاثیر میکنه یعنی رپید آن دی سکندز میتونه تاثیر خود بانه و انتیکوگلیشن ایجاد کنه. اما وارفارین نگفتیم که چون یعنی تاثیرش ارتباط میگیره با هالف لایف اون کوگلیشن فاکتورا، از این خاطر تا که کوگلیشن فاکتورایی که قبلا ساخته شده اونها مصرف نشه این زود تاثیر خود نمیمونه، از این خاطر یعنی تاثیر از این ارتباط میگیره با هالف لایف کلاتینگ فاکتورا و
طولانی است. مثلا شما وارفارین که دادین منتظر نباشین که مریضتون هم یک روز جواب میتنی، تقریبا 3 تا 4 روز دکتر صاحب در بر میگیره که وارفارین تاثیر خود بانه و عصبی آینار تغییرات نشان میده. دیگه دیوریشن اف اکشن است که چی مدت تاثیر هپارین تقریبا در چند ساعت میتونه تاثیرات خود حفظ کنه در بدن و وارفارین هم تا چند روز میتونه وقتی تطبیق میشه تاثیرات خود را حفظ کنه. خب مثل گفتیم به خاطر هپارین ما پی تی تی را چک میکنیم، اینترنسیک پاتوی را چک میکنیم و چون تاثیرات زیاد برای اینترنسیک پاتوی میمونه و به خاطر وارفارین پی تی یا آینار مریض را چک میکنیم، یعنی اکسترنسیک پاتوی را. و هپارین دکتر صاحب پلازنتا را کراس نمیکنه، میتونه به خانم پرگنن داده شوه، اما وارفارین پلازنتا را کراس میکنه و به خانم های حامله داده نمیشه چون تراتوجنیک است و میتونه که سر فیت است تاثیرات منفی خود بانه. خب این دواهایی است که در سلایت قبلی هم تشریح شد، ولی به خاطر یک توضیح بیشتر دوباره اینا را اینجا آوردیم که از نظر میکانیزم، از نظر استفاده کلینیکی و از نظر ادورس افکت یا تاثیرات سویشان، یعنی ادورس افکت هایی که میمانن یک بار بخوانیم که عبارت از کنان دواهایی است که مستقیما کوگلیشن فاکتور را نهی میکنه که یکی بیولوریدین است، ارگاتروبان است و دبیگاتران است. اینا چی نهی میکنن دکتر سبب فاکتور دوره و دیگه اپیک زبان، ادوک زبان و ریوروک زبان که میشه که از این قسمت ایک زبانش حفظ کنین که اینا کلش مربوط یک فامیل میشه. خب بیولوریدین، ارگاتروبان، دبیگاتران مثل که در سلاید قبلی دیدیم اینا مستقیما دکتر سبب مستقیما ترومبین نهی میکنن، فاکتور دوره نهی میکنن و اپیک زبان، ادوک زبان و ریوروک زبان مستقیما فاکتور دای فعال نهی میکنن که به شکل اورال استفاده میشه اردیش. خب کلینیکال یوز بیفالوریدین، ارگاتروبان و دبیگاتران چیز دکتر سیبا تقریبا در وینوس ترومبینبولیزم استفاده میشه، اتریال فیبریلیشن و کسایی که مثلا امراه هیپارین ادورس افکت نشان میتن، هیپارین اندوس ترومبوسایتوپینیا تشکیل میتن، میشه که در اونا ما هیپارین قطع کنیم و از استفاده کنیم. دیگه ادورس افکت از این میتنه که بلیدینگ باشه و وقتی که اگه بلیدینگ داد چیش دوایی که به شکل چی میگن انتیدوت میتیم برازیک تاثیرات از این را نهی کنیم دکتر سبا ادار سوزی مبس که یک به شکل انتیبودی های مونوکلونال یا سینتیتیک که در لابراتوار ساخته میشه به اون شکل است، وقتی که داده میشه امرای این دواها یک جای میشن و نمیمانن که فاکتور دوره غیر فعال بسازن. دیگه ای دوا هم که از دکتر سبا اپیک زبان، ادوک زبان و ریبروک زبان اینا مستقیما فاکتور در نهی میکنن میکانیزمشان و اینا در به شکل اورال استفاده میشن در دی وی تی، در پالمونری ایمبولیزم، هم در تداویش و هم در پروفایلکسس، یعنی به خاطر وقایش میتونن استفاده شوه و همچنان به خاطر وقای استروک در مریضای که اتریال فیبریلیشن دارن هم میتونه که ای دواها استفاده شوه. ساید افکت از اینا هم چیز بلیدینگ است دکتر سیبا و وقتی که اگر امرای از اینا یک کس ساید افکت میتا ما انتیدوت از این میتنیم حیث انتیدوت به اینا چی بتیم؟ اندیکزانیت الفا میتنیم، اندیکزانیت الفا را به اینا ما بتیم به کسایی که امرای فاکتور ده انهیبیتر ها چی میکنن؟ میشه بگیم که ادورس افکت نشان میتن. خب دکتر سیبا ایام امو یک تصویر است که میشه بگویم یک تیبل است که ما از یورد گرفتیم، در کلینیک بسیار اهمیت داره و هر اون چه کل موضوعاتش در سلایده قبلی تشریح شد، ولی میشه که اینجا خوب موضوع را ذهن نشین بسازیم. وارفارین خواندیم دکتر صاحب، میکانیزمش چی بود که از طریق اپوکسید ریداکتیز تولید شکل فعال ویتامین کی را نهی میسازه یا کم میسازه و وقتی کی کار کرد دکتر صاحب، یعنی ویتامین کی را نمون فعال شوه، تولید امو کلاتینگ فاکتورایی که مربوط به ویتامین کی میشه مثل 2، 7، 9، 10 و حتی 2 و حتی 7 اینا رو کلش چی میکنه دکتر سیبان؟ نهی میکنه. و وقتی که یک کس حساسیت نشون میده مثلا برای وارفارین برش دادیم بلیدینگ ایجاد کرد، یک ساید افکت ایجاد کرد، مریض چطور تداوی میکنه؟ دفعتا وارفارین چه قطع میکنه برش یا مثل که در سلاید قبلی گفتیم پلازما کاریو پریسیپیتیت میتیم، یعنی اما محتویات پلازما رو میتیم که کاگلیشن فاکتورای زیاد در خود میداشته باشه شکل فعال شد و های همی که ویتامین کی میتیم. ویتامین کی و وارفارین دکتر سیبا به ذهن بگیرین که انتاگونیست یک دیگه هستن. اگر مریض امروی وارفارین اساسیت پیدا چیکت ساید افکت نشان داد برش چی میکنیم؟ اگر امروی وارفارین ساید افکت پیدا کرد برش ویتامین کی میتیم. خب دبیگاتران، دبیگاتران هم از جمله آنتی ترومبینای مستقیم بود، مستقیما چی میکرد؟ ترومبین نهی میکرد، نه
في direct inhibition of clot bond of free thrombinase، يعني مستقيما لما ترومبين فاكتور الدوله انا هي ميكات ميكانيزم تاثيرش بده، البته ميكانيزم فاكشنش بده. وقتی که دکتر صاحب یا بکاس ده بیگاترون میتن دفعه تانی مریض بلیڈنگ پیدا میکنه، ساید افکت پیدا میکنه. شما به خاطر نهی تاثیرات ده بیگاترون برش چی میتونین بتین؟ یعنی به خاطر ریورزالش در شفاخانه هستین، ادارو سیزیمپ میتین که اگه گفتم مونوکلونال انتیبادی است، انتیبادی سنتیتیک است که دبیگاترانه نهیه میکنه، و یا هم میتونین که برش دپولیش پلازما کنسرچوریت هم بتین که محتویت کاغنیشن رو داره دیگه. نهیه کننده های فاکتور ده بود دکتر سیبو، نهی کننده های فاکتور ده مثل ریوروک زبان، اپیک زبان، اینا میکانیزمش خواه گفتیم چی میکنه؟ فاکتور ده فعال نهی میکنن مستقیما، امر فاکتور ده فعال وصل میشن و او رو نهی میکنن. وقتی که کس امر ازیاد افکت نشان داد، تداویش چی است دکتر سیبا؟ که ریکامبینیت مودیفاید فاکتور ده فعال میتیم، یعنی امو شکلای سنتتیک شا که فاکتور ده فعال شکلای سنتتیک شا برای مریض میتیم، مثل اندیک زانیت اشتراک نام شما گفتم و میشه که برای اینم پلازما کانسنتریت داده شوه. دیگه دکتر سبا هپارین بود، هپارین و از طریق انتیترومبین کار میکرد، فاکتورهای متعدد نهی میکرد که وقتی که کس همراه هپارین ساید افکت نشان داد، انتیدوتش چی است؟ پروتامین سلفیت که اینمی تیبل تقریبا در کلینیک خیلی خیلی اهمیت داره که وقتی که میکانیزم اکشن دوا ها را بفهمیم و وقتی که مریض ادورس افکت نشان میده، دفعتا تو پرش میتونی چی کنی و چطور مریض نجات بدی. خب آخرین گروه از دواهای ما دکتر سایبا که ما سه گروه دواها را گفتیم امشب میخوانیم که انتی پلاتلت بود، انتی کوگولیشن بود. آخرین گروه ما که یعنی گروه انتی پلاتلت ما سر پرایمری هموستاسیس تاثیر میکرد و انتی کوگولیشن ما سر سکندری هموستاسیس یا تولید فیبرین یا کوگولیشن کاسکید نه میکرد. گروه سوم دواها را دکتر سایبا گفتیم که دواهایی است که مستقیما ترومبوسالایز میکنن، یعنی ترومبوز تشکیل ناراض میکنن، که نه به نام انتی ترومبوتیکا برشان هم میگن یا ترومبولایتیکا هم میگن، انتی ترومبوتیک یا هم ترومبولایتیکا. خب دکتر سیبا به شکل اکیوت که ما انتی ترومبوتیکا رو میتیم است که اونمو کلات تجزیه میکنن، و به شکل پریونشن که میتیم امو چانس یعنی تشکل اونمو کلات یا کلان شدن کلات در مریضایی که پیشان خطر وجود داره او رو نهی میکنن. خب ترومبولایتیکا دکتر سیبا کدام دوا هست؟ التیپلیز است که به نام تیشو پلازمینوژن اکتیواتور هم میگنش، این نام تجارتیش و نام چیش هم میشه بگویم است. دیگر ریتیپلیز است که آر پی و یا تینکتیپلیز است که به تی ان کا تی پی ای نشان داده میشه، که کلش دکتر سیبا از وظیفه تیشو پلازمینوژن اکتیواتور یعنی در بدن اجرا میکنن. خب پیش از اینکه این سلاید را توضیح بدیم، امی تصویر که در بخش فیزیولوژی هم معرفی شده بود دکتر سبا، امی تصویری که گفته بودیم که پلازمینوژن یک فاکتور است که یعنی من هست یک انتی کوگولیشن در بدن میتونه کار کنه، وقتی که فعال میشه و سه فاکتوری رو میتونه فعال کنه در خود بدن ما، شما تیشو پلازمینوژن اکتیواتور است، استرپتوکاینیز، یوروکاینیز. این فاکتورا میای پلازمینوژن به شکل فعالش تبدیل میکنه که پلازمین است دکتر سبا. پلازمین چی میکنه؟ فیبرین یا مو جالی که به خاطر ترومبوز ساخته شده او را لایس میکنه، کلات لایس میکنه. باز از این وقتی که فیبرین لایس شده که دیدایمر آزاد میشه و یکی هم فاکتورهای دیگه که یه محصولات دیگه که از تجزیه فیبرین حاصل میشه، که معمولا میفهمین دیدایمر ما در بخش فیزیولوژی ارزش کلینیکیش گفتیم که مریضی که کلات داشته باشن یا مثلا امای دارن و ما میخوایم که ببینیم که خطر کلات پیشتر است یا نیست، ما دیدایمرش رو چک میکنیم که بالا رفته یا نرفته. دیگه این دواهایی که ترومولایتیک است دکتر سبا، این همی دواهایی است که فیبرین الایس میکنن، مثل این تیشو پلازمینوژن اکتیواتور که نامای دیگه شدی تپلیز، تنکت پلیز و آلتی پلیز، کل از اینا این همی این میکانیزم که اینجا تشریح کردیم، این همی میکانیزم چی میکنن؟ پیش میبرن و فیبرین تجزیه میکنن دکتر سبا. خب چی میکنه؟ گفتیم دایرکتلی اور اندایرکتلی کانورژن پلازمینوژن به پلازمین نهی میکنه. دیگه دکتر سبا پلازمین برای لیک فیبرین تجزیه میکنه، تاثیرات آنتی کوگولیشن بسیار وسیع داره، ترومبین هم میتونه نهی کنه و پلاتلت اگریگیشن هم میتونه نهی کنه، از این خاطر تاثیرات وسیع میگذاره. می نمیگه که میتونه که
ترومبینو هم تجزیه بکنه و فیبرین هم تجزیه بکنه، یعنی تاثیرات وسیع داره. از همین خاطر است که هم پی تی را و هم پی تی تی را میتونه که بلند بسازه، یعنی هم سر اکسترنسیک پتوی هم انترنسیک پتوی تاثیر میکنه، چون ترومبین یک فاکتور وسطی است که هم اکسترنسیک پتوی دو رول داره هم انترنسیک. وقتی که ترومبین میتونه نهی کنه یا فیبرین میتونه که تجزیه کنه و نهی کنه، معلوم دار است که پی تی و پی تی تی هم چی میکنه، میتونه طولانی بسازه. ولی تعداد پلاتلت ها سرش تاثیر نداره که مثلا تجزیه پلاتلت رول داشته باشه، خاطر تو کدام تاثیر سر تعداد پلاتلت یا پلاتلت کاونت نداره، اید زیاد یا کم نمیسازه. خب در کدام وضعیت ها ما ترومبولایتیکا را استفاده میکنیم؟ ترومبولایتیکا زیاد استفاده وسیع نداره، بیشتر انتی کوگولیشن ها یا انتی پلاتلت ها را که گفتیم اونها استفاده میشه. ولی میتونه در بعض حالت های مثلا مراحل استیج های بیخی اول ام آی به مریض ها داده شد، چون ساید افکت زیاد میمونه ترومبولایتیکا، از این خاطر در بعض حالات هم استفاده میشه. مثلا در ارلی ام آی یعنی مایکاردال انفکشن بیخی در استیج اولش، ارلی اسکیمیک استروک در اسکیمیک استروک بیخی در مرحله اولش دیگه، در مریضایی که پلمونری امبولیزم بسیار های ریسک دارن، یعنی بسیار کلان، مثلا یک پلمونری امبولیزمی که از نوع صدل امبولیز باشه، یعنی هر دو پلمونری آرتری ها را بسته کرده باشه، یک حالت بسیار خطرناک است. در اون حالت هم به خاطر که ترومبوز ایجاد شده را لایس کنیم، میتونیم از ترومبولایتیکا استفاده کنیم. خب ادورس افکتش چیه دکتر سیو؟ میتونم بلیڈنگ ایجاد کنم دیگه، ای که مریضایی که خودشان بلیڈنگ دارن دوا باید هیچ داده نشه دیگه، معلوم داره، چون میتونه سبب خود از این سبب بلیڈنگ شوه. مثلا کسایی که تاریخچه اینتراکرینیال بلیڈنگ دارن، کسایی که دفعتن سرجری شدن دیگه، کسایی که مثلا فاکتورهای خطر برای بلیڈنگ پیش خود میداشته باشن، کسایی که هایپرتنشن دارن، پیش از اونا مزاد است و بس با ترومبولایتیکا باید استفاده نشن. وقتی که دکتر سبا یک کس امراض ترومبولایتیکا ادورس افکت نشان میده، تاثیرات سوی زیاد میمانه، میتونیم که بعضی از آنتی فیبرینولیتیکا مثلا امینو کاپرویک اسید، مثلا ترانزیمیک اسید که بسیار ترانزیمیک اسید زیاد استفاده میشه، که اینا رو وقتی داده میشه تاثیرات اینمی اینا رو چی میکنه؟ نهی میکنه دکتر سیبا، و نمیمانه که پلازمینوژن به پلازمین فال شوه و اینمی فیبرین تخریب شوه. یعنی وقتی که کس امروی از اینا ادورس افکت نشون میده امروی ترومبولایتیکا، ما میتونیم برشان چی بتیم؟ انتی فیبرینولایتیک بتیم، مثل امینو کاپرویک اسید و ترانزامینیک اسید. و در بعض حالات ها میتونیم که فاکتورهای خود علاقوی اگر نیاز شدش بتیم، مثل کاری پریسیپیتیت، فرش فروزن پلازما و پی سی سی پلازما کانسنتریت. خب دکتر سیبو، این در کل امو ادویه هایی که ما میخواستیم در بخش سیستم هماتولوژی بحث کنیم، تمامش تمام است و سلاید هایم خلاص است. فقط آخرین سلاید که کل دواها را اینجا تقریبا در این سلاید ما میتونیم ببینیم، کلشان تشریح شده. مثلا انتیکاگولانت ها را خواندیم که هپارین بود، لو مولکولر ویت هپارین بود، نهی کننده های مستقیم ترومبین بود که اینجا نشان داده شده، کلش در تصویر دایرکت ترومبین انهیبیتر هاست مثل ارگزروبان، بیولرودین، دبیگاتران، اینا را کلش خواندیم. دیگر دکتر صاحب مثلا انتیکوگلان های دیگر هم که اینجا مثلا فاکتور داره که مستقیم نهی میکردن افیک زبان و نهی کننده های غیر مستقیم فاکتور داره مثل فوندوپرینوکس، کل از این را ما خواندیم. دواهای ترومبولایتیک که خواندیم، آلتیپلیس، ریتیپلیس، تینکتیپلیس، در اینجا تاثیر میکنن. تی پی ای را تنبیه میکنن، تشو پلازمینوژن اکتیو تر، یک انزایم است که پلازمینوژن را به شکل فعالش تبدیل میکنه، پلازمین میسازه، باز پلازمین میآید، فیبرین یا کلات تجزیه میکنه دکتر صاحب. این حاله نهی کننده هایش چیست؟ مثلا یک از امرای ترومبولایتیکات اساسیت نشان اساسیت نمیشه بگیم ادورس افکت نشان میده، به خاطر که تاثیرات از یار نهی کنیم، باز از این انتی فیبرینولیتیکا میتیم که امینو کاپرویک اسید و ترانزامینیک اسید است که پیشتر هم در تصویر دیگه نشان دادیم که اینا باز تیشو پلازمینوژن اکتیواتور را نهی میکنن. وقتی که نهی کردن نمیمونن که پلازمینوژن به پلازمین تبدیل شود و اینمی کلات را تجزیه کنه. خب رفرنس هایی که در بخش فارماکولوژی استفاده کردیم، بعض سلاید ها از کتاب فرست اید گرفته شده بود و هم بعض سلاید ها از ویدیوهای سلاید های بورسن بیان گرفته شده بود.